Il y a deux semaines, votre gouvernement a porté une grave accusation contre l'État. مصاحبه رئیس جمهور فرانسه درباره توطئه تروریستی خنثی شده علیه گردهمایی ویلپند. آلمان اعتراض رژیم به تحویل اسدالله اسدی به بلژیک را رد کرد. ادامه اعتصاب سراسری کامیونداران. Il y a deux semaines, votre gouvernement a porté une grave accusation contre l'État iranien. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در یک مصاحبه مطبوعاتی درباره توطئه تروریستی خنثی شده علیه گردهمایی ویلپند گفت طبعا یک طراحی سوء قصد وجود داشت که توسط سرویس های مشخصی صورت گرفت. امروز من نخست از رئیس جمهور حکومت ایران خواهان توضیح کامل شدم. آنچه قطعی است این است که همکاری بسیار عالی اروپایی باعث شد که این طراحی سوء قصد خنثی شود، لذا انجام نشد. کسانی که آن را طراحی کرده بودند در معرض یک روند قضایی قرار دارند و ما دست به اقداماتی در پاسخ به آن زده ایم. Ce qui est sûr, c'est que la très bonne coopération européenne a permis de déjouer cette planification d'attentat. Donc elle n'a pas eu lieu. Ceux qui l'avaient planifié font l'objet d'une procédure et nous avons pris nous des mesures en réponse. آلمان احضار و اعتراض رژیم به تحویل اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم به بلژیک را رد کرد و گفت دستگاه قضایی در آلمان مستقل است و دولت آلمان اصولاً درباره احکام دادگاه‌ها و نیز محاکمات جاری ابراز نظر نمی‌کند. دویچه وله با درج این خبر افزود اسدالله اسدی سه‌شنبه با حکم دادگاه به مقام‌های بلژیکی مسترد شد. اتهام وی توطئه برای بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین در پاریس عنوان شده است. خبرگزاری حکومتی ایلنا روز جمعه از بازجویی دیپلمات تروریست رژیم در بلژیک خبر داد و نوشت دیپلمات ایرانی در وین که به اتهام دست داشتن در سوء قصد علیه مجاهدین در پاریس بازداشت شده است، در زندان بلژیک مورد بازجویی قرار گرفته است. به نقل از دفتر دادستانی فدرال بلژیک، اسدالله اسدی روز چهارشنبه در دادگاه حاضر شده است. دادستانهای آلمانی در کیفرخواست خود گفته بودند که اسدالله اسدی مأمور وزارت اطلاعات است. رانندگان کامیون روز جمعه به اعتصاب خود از جمله در اصفهان، زرین شهر، رومشگان لرستان، کرمانشاه، شهر کرد و سیرجان ادامه دادند. روز 20 اعتصابات سراسری کامیونداران ایران این مسیر که الان من داخلش هستم مسیر حراج شهر بابک ببین یه دونه ماشین هم نیست پس هنوز اعتصاب بابرجاست و پرچم بالاست بر اثر اعتصاب رانندگان بخشی از خط تولید فولاد مبارکه اصفهان تعطیل شده است. اینجا کارخونه‌ای بود که 20 روز پیش روزانه 1000 تن تولید داشت. پر رول بود اینجا الان 20 روز تعطیله. سپاه پاسداران و ارگان‌های اطلاعاتی آخوندی در هراس از گسترش و ادامه اعتصاب کامیونداران به تهدید رانندگان اعتصابی در فضای مجازی پرداختند. منبر کارکیویه به سیریجان. همچنان خری از کامیون مثلا کنفرنسی ها که میان از معدن گلگار سیجان بار میزنن که خالی خالی امروز 20 مهر روز اتصال کار میزنن جاده قرب سننده فقط تک و توکی خاور و تانکر میاد دیگه ماشینی نیست قابل توجه محور اصفهان شهر کرد کارکنان و رانندگان خودروهای سنگین شرکت راه آهن نصر در منطقه بلوچستان همزمان با اعتراض رانندگان کامیون دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب در اعتراض به تصفیه کارکنان این شرکت و پرداخت نشدن حق و زحمه آنها صورت گرفت. شرکت راه آهن نصر مسئول ساخت راه آهن بلوچستان است که محدوده آن از زاهدان تا چابهار می باشد. آخوند امامی کاشانی در جمعه بازار تهران نسبت به تصویب لوایح بین المللی هشدار داد و گفت باید با سوء ظن به مطالب و تصمیمات و پیشنهادات دشمن ولو جهانی و بین المللی است با سوء ظن نگاه کرد با
با همه این حرفا با احتیاط از یک طرف کشور، از یک طرف دنیا و مشکلات و حوادثی که ممکنه رخ بده، با همه اینها باید هوشیار بود و مواظب بود و با هوشیاری تصمیم گرفت. احمد امیرآبادی عضو مجلس ارتجاع از قم با اعتراف به خشک شدن دریاچه نمک گفت این دریاچه در حال تبدیل شدن به بحرانی بدتر از دریاچه ارومیه است و در صورت تخصیص نیافتن حقابه ها و خشک شدن بستر آن 25% جمعیت کشور با مشکل ریزگردها مواجه خواهند شد. هواپیمای مسافربری خطوط هواپیمایی سنگاپور پس از 17 ساعت و 52 دقیقه پرواز بدون وقفه از سنگاپور به سلامت در نیویورک به زمین نشست. این پرواز 150 مسافر و 17 خدمه داشت.